به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام، وقتتان بخیر. به یکی از ویدیوهای دیگر از این کانال خوش آمدید. توجه کنید به چند رویداد کوتاه خبری که تازه به دسترس ما قرار گرفت. منابع محلی در ولایت قندوز میگویند که در پی وقوع یک حادثه ترافیکی در مسیر شارع قندوز خان آباد، محمد قاسم قهرمان پرورش اندام این ولایت جان باخته است. منابع گفتند که این حادثه پیش از چاشت یک شنبه رخ داد که در آن 4 نفر دیگر زخمی شدند. به گفته منابع در این حادثه موتر عامل این افراد از ولسوالی خان آباد به سوی شهر قندوز در حرکت بوده که در مسیر راه از جاده منحرف شده است. مسئولان امنیتی طالبان در ولایت قندوز وقوع این حادثه را تایید کرده و گفتند که 1 نفر جان باخته و 3 نفر دیگر زخمی شدند. بر اساس یک بررسی بزرگ دفاعی، استرالیا تلاش ها را برای خرید موشک های دوربرد برای مقابله با تهدید فزاینده چین تسریع خواهد کرد. این گزارش هشدار می دهد که انزوای جغرافیایی دیگر نمی تواند در عصر موشک از استرالیا محافظت کند. قرار است این کشور 12 میلیارد دلار برای این منظور هزینه کند. از سوی دیگر، مسئولان امنیتی طالبان در ولایت قندهار می گویند که یک پسر 13 ساله در ولسوالی ژیره این ولایت خودش را حلق آویز کرده است. به گفته مسئولان امنیتی، این رویداد پیش از ظهر یکشنبه در منطقه سنزه ولسوالی ژیره رخ داده است. مسئولان امنیتی گفتند که این پسر ادریس نام داشته و هنگامی که پدرش به او اجازه رفتن و میله اید را نداده، او خودش را در داخل خانه حلق آویز کرده است. منابع دیگر نیز گفتند که این پسر پس از دریافت جواب رد از پدرش، خودش را داخل اتاق قفل کرده و سپس به زندگیش پایان داده است. به گفته منابع، انگام نان ظهر خانواده ایتریس او را برای صرف طعام صدا کرده اما پاسخ نشنیدند. سپس آنها قفل دروازه اتاق را شکستانده و با جسد ایتریس مواجه شدند. طالبان می گویند که برای روشن شدن بیشتر قضیه تحقیقاتشان را آغاز کردند. و در پایان، همایون شاه آصفی از نزدیکان محمد ظاهر، آخرین شاه افغانستان و نامزد اولین انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در سال 1383 در 83 سالگی درگذشت. عبدالله رئیس پیشین شورای مصالحه ملی درگذشت او را تسلیت گفته است. همایون شاه آصفی در انتخابات ریاست جمهوری 1388 معاون اول عبدالله بود. تشکر از توجهتان. تا درود دیگر، بدرود.